16 بهمن ماه سال 1395 دو خانواده در مشهد درگیر اتفاقات عجیب و پیچیده ای میشن. مشکلاتی که برای دخترای این خانواده ها پیش میاد باعث میشه موضوعات دلخراشی در این خانواده رخ بده. ساناز دختر 25 ساله ای بود که در دانشگاه هنر مشهد در رشته گرافیک مشغول تحصیل بود. اون تک فرزند بود و پدر و مادر اون بیش از اندازه به اون وابسته بودن. از طرفی آرام دختر 23 ساله‌ای بود که اون توی دانشکده مهندسی در رشته معماری مشغول تحصیل بوده و یه برادر بزرگتر از خودش به اسم آرمان داشته. در این مابین اما این دو دختر گرفتار ماجراهای دردناکی میشن. صبح روز 16 در ساعت 8:45 خانواده ساناز در حالی که به شدت آشفته و نگران بودن به اداره آگاهی مراجعه می کنن و به سراغ مأمور بخش تحقیق و تجسس می رن. خانواده ساناز توی اظهارات خودشون میگن دختر ما الان 2 که مفقود شده و هیچ خبری هم از اون نیست و کسی از اون خبر نداره. مأمور بخش تحقیق و تجسس از خانواده ساناز میخواد تا بیشتر درباره این موضوع صحبت کنن و اونها در ادامه صحبت‌های خودشون میگن حدود 2 پیش حوالی ساعت 5 ساناز به ما گفت که میخواد بره دانشگاه چون که کلاس داره و از اونجا هم با دوستاش میرن بیرون و بعد هم شب برای شام بر میگرده خونه. مادر ساناز در حالی که به شدت گریه میکرده در ادامه میگه حدود ساعتهای 9 بود که من به ساناز زنگ زدم ولی اون جواب نداد. من بهش پیام هم دادم اما بازم اون هیچ جوابی به من نداد. هیچ وقت سابقه نداشت که اون من رو نگران خودش بکنه. همیشه هر جور که بود از خودش به من یه خبر میداد. من تا ساعت 10 مرتب به اون زنگ زدم ولی خبری نشد. همسرم همون موقع برگشت خونه. من ماجرا رو برای اون تعریف کردم. اون هم به شدت نگران شد چرا که میدونست اصلا سابقه نداری که ساناز شب رو بیرون از خونه بمونه. من و همسرم دوتایی از خونه رفتیم بیرون و سراغ ساناز رو از تمام دوستانش گرفتیم اما همه اونها گفتن که ازش خبری ندارن. بعد از تموم شدن کلاس قرار بوده که اون برگرده خونه و لباساش رو عوض کنه بعد به دوستاش ملحق بشه. این حرف ها ما رو بیشتر ترسوند و ما توی این 2 کل بیمارستان ها یا جاهایی که احتمال می دادیم ساناز رفته باشه رو گشتیم اما هیچ کس خبری از اون نداشت. الان هم که 2 گذشته بازم خبری از دخترمون نیست و گوشی اون هم از دسترس خارج شده. ما اصلا نمیتونیم که با اون ارتباط برقرار کنیم. مأمور بخش تحقیق و تجسس اظهارات این خانواده رو ثبت میکنه. سپس مشخصات ساناز رو هم از اونها میگیره. پرونده در اختیار بازپرس قرار میگیره. اون بعد از مطالعه پرونده دستور شروع تحقیقات رو صادر میکنه. در وهله اول تصویر ساناز در اختیار تمامی واحدهای گشتی همچنین مراکز تجاری و تفریحی و بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی‌ها قرار میگیره اما هنوز هم خبری از ساناز نبود و هیچ ارگانی اون رو رویت نکرده بوده. تحقیقات در این خصوص ادامه داشته تا اینکه شب 16 بهمن ماه در ساعت 11:45 شب گزارش عجیبی به اداره آگاهی میرسه. خانواده آرام در حالی که به شدت عصبانی بودن به اداره آگاهی مراجعه میکنن. اونها هم توی اظهاراتشون به مأمور بخش تحقیق و تجسس میگن دختر ما مورد تعرض قرار گرفته. حال اون هم به شدت بد و الان هم توی بیمارستانه و اصلا وضعیت مساعدی نداره. مأمور بخش تحقیق و تجسس از خانواده آرام میخواد تا آرامش خودشون رو حفظ کنن سپس ماجرا رو بازگو کنن. خانواده آرام توی اظهارات خودشون میگن امروز از دخترمون آرام به ما گفت که قراره با دوستش بره بیرون شام بخوره. ما هم چون دوست اون رو از قبل میشناختیم مخالفتی نکردیم. اون قرار بود که زود به خونه برگرده. پدر آرام در ادامه میگه قرار بود که آرام با من تماس بگیره تا وقتی که کارش تموم شد من برم دنبالش اما از حدود ساعت 9 وقتی من بهش زنگ زدم تلفن همراه اون از دسترس خارج شده بود. همین باعث نگرانی من شد. من به همسرم گفتم تا با دوست آرام تماس بگیره ازش برامون خبر بگیره اما دوست اون به همون گفت که خیلی وقت ازش جدا شده و نمیدونه که اون کجاست. من که خیلی نگران اون شده بودم
تصمیم گرفتم که از خونه برم بیرون تا دنبال آرام بگردم. اما همون موقع زنگ در به صدا در اومد و یه راننده یه تاکسی در حالی که آرام صندلی عقب اون نشسته بود و اصلا وضعیت حال مناسبی نداشت پشت در بود. اون راننده به من گفت که آرام رو گوشه خیابون پیدا کرده. اصلا وضعیت مناسبی نداشت و انگار به اون تعرض شده. اون به ما گفت که سریعاً با پلیس هماهنگ کنیم و این گزارش رو به اونها بدیم تا کسایی که این کار رو کردن دستگیر بشن و دیگه این کارها رو انجام ندن. من هم اول آرام رو به بیمارستان بردم و اون اونجا تحت نظر بود. بعد هم اومدیم اینجا تا گزارش رو ثبت کنیم تا هر چه زودتر مسببین این موضوع دستگیر بشن. مأمور بخش تحقیق و تجسس گفته های خانواده آرام رو هم ثبت و ضبط میکنه، سپس به اونها اطمینان خاطر میده که قانون هرچه سریعتر شخص یا اشخاصی که مرتکب این عمل فجیع شدن رو دستگیر میکنه. از طرفی مأمور بخش تحقیق و تجسس بازپرس رو هم در جریانات اتفاقات افتاده قرار میده و دستور شروع تحقیقات در این خصوص هم صادر میشه. حال آرام اما زیاد مساعد نبوده. اون قادر به صحبت کردن در این خصوص نبوده. مامورای اداره آگاهی ناچار بودن که تا بهبود شرایط آرام صبر کنند. همزمان با این موضوع اما در روز 17 بهمن ماه در ساعت 10 صبح اهالی محله در خواجه ربیع مشهد گزارشی رو به اداره آگاهی میدن. اون اهالی توی اظهارات خودشون میگن که اینجا جنازه یه دختر پیدا شده که اصلا وضعیت مناسبی نداره و هیچ لباسی هم به تن نداره و معلومه که چند روزی اینجا مونده، چرا که جنازه به شدت بو گرفته. مامورای بخش جنایی بعد از دریافت این گزارش سریعاً راهی محل مورد نظر میشن و اونجا متاسفانه با جنازه یه دختر که صورتش خونی بوده و از طرفی هیچ لباسی هم به تن نداشته روبرو میشن. مامورای اداره آگاهی خیلی سریع با تیم امدادی هماهنگ میکنن و اونها جنازه اون دختر رو برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل میکنن. از طرفی تیم جنایی با اهالی اون محل هم در این خصوص صحبت میکنه، اما همه اونها اظهار بی اطلاعی میکنن و میگن که نمیدونن که چه اتفاقی برای اون دختر افتاده و فقط اونها متوجه جنازه اون شده بودن. تیم جنایی متاسفانه در اون محل هم مدرک به درد بخوری که مربوط به اون دختر باشه رو پیدا نمی کنن. از طرفی پزشکی قانونی بررسی های خودشون رو به طور کامل روی جنازه انجام میدن، سپس گزارش اونها رو به اداره آگاهی میفرستن. توی گزارش ها متاسفانه علت مرگ این دختر ضربه مغزی اعلام شده و به نظر می رسیده که سر اون به جایی برخورد کرده و بابت همین خونریزی سر اون باعث مرگ اون شده. از طرفی توی بررسی های کاملتر پزشکی قانونی مشخص میشه که اون دختر شدیداً مورد تعرض قرار گرفته بوده، به طوری که ناحیه تناسلی اون به شدت آسیب دیده بوده و روی بدن اون هم آثار کبودی و ضرب و شتم پیدا بوده. زمان مرگ این دختر توسط پزشکی قانونی به 3 روز قبل برمیگرده و همین موضوع باعث میشه که مامورای اداره آگاهی احتمال بدن که اون جنازه متعلق به ساناز بوده. خانواده ساناز به اداره آگاهی مراجعه میکنن، سپس از اونها خواسته میشه تا برای شناسایی به پزشکی قانونی برن و اونها بعد از اینکه جنازه رو میبینن شیون سر میدن و به شدت گریه میکنن. تأیید میکنن که اون جنازه متعلق به سانازه. تحقیقات وارد مرحله پیچیده تری میشه، چرا که هنوز به طور دقیق مشخص نبوده که چه اتفاقی برای ساناز افتاده و چه کسی اون بلا رو سر اون آورده. همزمان با این اتفاق اما شرایط عمومی آرام بهتر میشه و اون بعد از ترخیص از بیمارستان به پزشکی قانونی منتقل میشه تا تحت بررسی ویژه قرار بگیره. پزشکای پزشکی قانونی اما توی گزارش خودشون تایید میکنن که آرام هم مورد تعرض قرار گرفته بوده، چرا که روی بدن اون هم آثاری از کبودی، تورم و تعرض به خوبی مشهود بود و ناحیه تناسلی اون هم به شدت زخمی شده بوده. این گزارش به دست بازپرس میرسه و اون به سراغ آرام میره تا جویای ماجرا از زبون اون بشه. آرام اما در ابتدای بازجویی به شدت گریه می کرد و اصلا حال مساعدی نداشته. اون نمیتونسته که صحبت کنه. کمی که میگذره حال اون بهتر میشه و اون شروع میکنه به تعریف کردن داستان. آرام میگه واقعیتش اون شب قرار بود که من به مناسبت تولدم دوستم رو شام مهمون کنم.
ما با هم به رستوران رفتیم. قرار بود که بعد از تموم شدن شام من به پدرم زنگ بزنم، بگم که اون بیاد دنبال من، اما از اونجایی که پدرم دیر وقت از سر کار برگشته بود، من احساس کردم که شاید بخواد استراحت کنه. بابت همین موضوع ترجیح دادم که خودم با یه تاکسی برگردم خونه. دوستم هم هر چقدر به من اصرار کرد تا با اون برم، من قبول نکردم و بعد از رفتن اون من منتظر تاکسی شدم، اما خبری نشد. تصمیم گرفتم که یکم پیاده روی کنم تا شاید یه تاکسی برام پیدا بشه. بابت همین شروع کردم به حرکت کردن. من هنوز خیلی از رستوران دور نشده بودم که یهو احساس کردم که یه ماشین نگه داشت. من با تصور اینکه فکر کردم تاکسی چند قدم رفته رو برگشتم، اما یهو دوتا مرد خیلی سریع یه پارچه کشیدن روی صورت من و بعد هم من رو به زور سوار ماشین کردن. من خیلی ترسیده بودم و شروع کردم به گریه کردن و التماس کردن. از اونها خواستم تا من رو ول کنن، اما اونها من رو تهدید کردن و گفتن که اگه حرفی بزنی ما تو رو میکشیم. من که چشمام بسته بود و اصلا متوجه اطرافم نبودم، یهو دیدم ماشین ایستاد و یه نفر دیگه هم اومد عقب کنار من نشست. توی یه چشم هم زدن اونها دستای من رو بستن و من اصلا نفهمیدم که چه اتفاقی افتاد. فقط دیدم که اونها دارن لباسهای من رو در میارن. من شروع کردم به جیغ و داد زدن و فریاد کشیدن، اما فایده ای نداشت و اونها دوتایی شروع کردم به تعرض کردن به من. اون هم به بدترین شکل ممکن و دخترونگی من رو از من گرفتن. هر چقدر جیغ کشیدم و التماس کردم فایده ای نداشت و نمیتونستم که کاری هم بکنم، چون اونها دست و پای من رو بسته بودن. اونها وقتی که کارشون با من تموم شد دستای من رو باز کردن و بعد من رو انداختن از ماشین بیرون و با آخرین سرعت از اونجا رفتن. من وقتی چشمان رو از روی چشمان باز کردم اصلا نمیدونستم که کجام و اصلا حالم خوب نبود. نمیدونستم که تکون بخورم. از دور یه ماشین تاکسی من رو دید، برای من نگه داشت و راننده اون که انگار حال و روز من رو دیده بود سری با نگرانی اومد سمت من و ازم پرسید که چی شده. من که نزدیک بود بیهوش بشم به سختی فقط آدرس خونمون رو به اون دادم و بعد هم نفهمیدم که چی شد. به خودم که اومدم دیدم توی بیمارستانم. اصلا نه تصویری از اون دوتا مرد یادمه، نه پلاک ماشین اونها رو دیدم، چرا که اونها خیلی سریع وارد عمل شدن و اصلا به من مهلت ندادن که من بتونم کاری کنم یا اونها رو شناسایی کنم. از طرفی من فکر میکنم که دوربین مداربسته یه رستوران یه چیزایی رو ثبت کرده باشه، آخه من سمت دوربین ها بودم. پاسپورت اظهارات آرام رو ثبت میکنه، سپس از اون آدرس اون رستوران رو میگیره. تیم تحقیق و تجسس به دستور پاسپورت راهی محل مورد نظر میشن. خوشبختانه تمام دوربین های رستوران سالم بودن و تمام فیلم های اون شب رو ضبط کرده بودن. اونطور که به نظر میرسیده دوتا پسر جوان که یه ماشین زانتیا داشتن این بلا رو سر آرام آورده بودن. پلاک اون ماشین به خوبی ضبط شده بوده و تیم جنایی اون پلاک رو در اختیار ماموران اداره راهنمایی و رانندگی قرار میده تا به محض رؤیت راننده اون ماشین اونها دستگیر و به اداره آگاهی منتقل بشن. از طرفی تصاویر اون دو فرد هم در اختیار تیم تشخیص و هویت قرار میگیره. اونها موفق میشن که مشخصات اون دو مرد رو در بیارن. اون دو مرد به نامهای سیروس و کامران بودن که محل زندگی اونها توسط تیم تشخیص و هویت مشخص میشه. تیم تحقیق و تجسس راهی محل زندگی اون دو نفر میشن، اما خانواده ی هر دو نفر اظهار بی اطلاعی میکنن و میگن که اونها حدود 5 ماه هست که از خانوادهشون جدا شدن و به طور کامل با اونها قطع رابطه کردن و هیچ کاری هم با هم ندارن. موضوع کمی عجیب و پیچیده میشه. از طرفی همزمان با اتفاقات افتاده تیم بخش تحقیق و تجسس به سراغ دوربین های مدار بسته میرن و اونجا با دیدن تصاویر با چیزهای عجیبی روبرو میشن. دقیقاً به همون شیوه که آرام گروگان گرفته شده بوده، دوربین های مدار بسته دانشگاه ساناز نشون میده که ساناز هم همین اتفاقات براش افتاده بوده و موضوع جالبتر این بوده که اون دو نفر همین سیروس و کامران بودن. به نظر می رسیده که این دو پرونده بی ربط به هم نیستن، چرا که شیوه کار مجرمین دقیقا شبیه به هم بوده. بازپرس پرونده احتمال می ده که کامران و سیروس باعث مرگ ساناز شده بودن، چرا که اون با آخرین افرادی که رویت شده بوده کامران و سیروس بودن.
تصاویر اونها در اختیار تمام مراکز اداری و تجاری قرار میگیره. تحقیقات برای یافتن اونها آغاز میشه، اما همچنان خبری از این دو نفر نبوده. در همین حین اما اتفاقات عجیبی رخ میده. خانواده آرام بار دیگه به اداره آگاهی مراجعه میکنن و اونها این بار توی اظهارات خودشون میگن که فیلم‌های تعرض اون دو نفر به آرام در حال پخش شدنه. این در حالی بوده که به غیر از فیلم آرام، فیلم‌های تعرض به ساناز هم توی کانال‌های تلگرامی مختلف در حال به اشتراک گذاشته شدن بودن. بازپرس پرونده با پلیس فتا در این خصوص هماهنگی‌های لازمه رو انجام میده و سپس پلیس فتا شروع به بررسی برای یافتن افرادی که این فیلم‌ها رو به اشتراک گذاشته بودن می‌کنه. بعد از مدتی اما مشخص میشه که کسی که این کار رو کرده بوده همون سیروس بوده و پلیس فتا موفق میشه تا شماره تلفن همراه اون رو پیدا کنه. این شماره در اختیار ماموران اداره آگاهی قرار میگیره و اونها موفق میشن از طریق رصد مخابراتی با استفاده از روشن بودن موقعیت مکانی اون تلفن همراه محل اختفای سیروس و کامران رو پیدا کنن. تیم تحقیق و تجسس راهی اون محل میشن و بعد از زیر نظر گرفتن کامل اون محل به محض رویت کامران و سیروس طی یک عملیات غافلگیرانه هر دو نفر دستگیر و به اداره آگاهی منتقل میشن. بازپرس آماده ی بازجویی از اون دو نفر میشه، اما اونها در کمال ناباوری همه چیز رو انکار میکنن و میگن که از چیزی خبر ندارن و برای اونها پاپوش دوخته شده. فشار اطلاعاتی اما روی اون دو نفر زیاد میشه و بازپرس شروع به انجام بازیهای روانی مختلفی روی اونها میکنه و اونها به ناچار شروع به تناقض‌گویی میکنن تا اینکه کامران بالاخره تسلیم میشه و به همه چیز اعتراف میکنه. اون توی اظهارات خودش میگه حقیقتش من اصلا نمیخواستم که درگیر این ماجراها بشم و اصلا نمیدونم که چی شد که پام به این داستان و این اتفاقات باز شد و اینجوری گرفتار شدم. کامران در ادامه میگه که من و سیروس از دوران کودکی با هم بزرگ شده بودیم. یه جورایی مثل برادر همدیگه بودیم، خیلی به هم وابسته بودیم، چیزی رو از همدیگه پنهون نمی کردیم، اما اتفاقاتی افتاد که باعث شد جفتمون زندگیمون خراب بشه. حدود یه سال پیش دختری که من بهش علاقه داشتم به هم خیانت کرد و رفت با یکی دیگه ریخت روی هم و باهاش ازدواج کرد. من سر این موضوع حسابی عصبانی بودم و اصلا نمیتونستم که آروم بگیرم و مدام با خانواده‌ام درگیر بودم، چون اونها دائم سر به سر من میذاشتن و از طرفی سیروس هم چون با خانواده‌اش مشکل داشت به من گفت که بیا با همدیگه یه خونه مجردی بگیریم و من هم قبول کردم و ما از خانواده‌مون به طور کامل جدا شدیم. با اونها قطع رابطه کردیم، کم کم با کانال‌های تلگرامی آشنا شدیم و اونجا فیلم‌های تعرض به دخترها و چیزای دیگر رو دیدیم. من که از دوست دخترم کینه به دل داشتم و از طرفی دلم می‌خواست یه جوری خودم رو سرگرم کنم، به سیروس پیشنهاد دادم که بزنیم توی این کار و اون هم قبول کرد. ما اولین بارمون بود که می‌خواستیم این کار رو انجام بدیم و از شانس بد ما اون دختری که جلوی دانشگاه بود نصیب ما شد. ما چون قبلاً خیلی تمرین کرده بودیم وقتی دیدیم که اون حواسش نیست خیلی سریع پیاده شدیم و پارچه سیاه رو کشیدیم روی صورتش و سوار ماشینش کردیم. اون خیلی سلیته‌تر از این حرفا بود و نذاشت که ما دست و پاش رو ببندیم و ما هم که دیدیم اجازه نمیده شروع کردیم دو نفری بهش تعرض کردن و حوالی خیابون خواجه ربیع هم بودیم. کارمون که باهاش تموم شد اون از قفلت ما سوء استفاده کرد و تونست از زیر ما در بره و پارچه رو از روی صورتش برداشت و ما رو دید. ما که ترسیده بودیم اون شناساییمون کنه و به پلیس لومون بده می‌خواستیم از شرش خلاص بشیم. با همدیگه درگیر شدیم و توی همین حین که ما با همدیگه درگیر بودیم من در ماشین رو باز کردم و اون رو از ماشین پرت کردم بیرون که باعث شد سرش بخوره به جدول‌های خیابون و بعد هم خون از سرش جاری بشه. ما دیگه نفهمیدیم چه اتفاقی برای اون دختر افتاد و برامون مهم هم نبود. بیشتر این کار رو برای سرگرمی انجام میدادیم و یه جورایی خودمون رو از همین مسیر ارضا می‌کردیم. دختر بعدی رو هم از جلوی رستوران دزدیدیم و این بار زودتر دست و پاهاش رو بستیم و وقتی هم که کارمون رو باهاش انجام دادیم ولش کردیم و رفتیم. کامران در ادامه میگه قبل از اینکه ما شروع به رابطه کنیم سیروس همیشه دوربین گوشیش رو فعال میکرد و ازمون فیلم میگرفت و میگفت که بهتر یادگاری بمونه. بعد همون علارغم مخالفت من فیلم ها رو میذاشت توی کانال تلگرامی چون معتقد بود که تعداد افراد کانال زیاد میشن و اون میتونه از این راه پول در بیاره.
ما هیچ وقت فکر نمی کردیم که گیر بیفتیم و از طرفی من چندین بار به سیروس گفتم که این کارو نکن، اما اون حماقت کرد و باعث شد که ما لو بریم و دستگیر شدیم. باسپورس اظهارات کامران رو یادداشت میکنه و سپس اون رو به بازداشتگاه منتقل میکنه. از طرفی اون به سراغ سیروس هم میره و اون هم بعد از این که میفهمه کامران به همه چیز اعتراف کرده، تموم گفته های اون رو تایید میکنه و میگه من فکر نمیکردم که فیلم ها برامون دردسر درست کنه و یه جورایی میخواستم از طریق اون فیلم ها پول در بیارم، اما حماقت کردم و باعث بدبختی خودم و کامران شدم. باسپورس بعد از ثبت و ضبط گفته های سیروس اون رو هم به بازداشتگاه منتقل میکنه. هر دو نفر برای بازسازی صحنه قتل و اتفاقات افتاده راهی محل های مورد نظر میشن و بعد از اینکه اونها همه چیز رو صحنه سازی میکنن به زندان منتقل میشن تا زمان و رأی نهایی دادگاه اعلام بشه. از طرفی خانواده آرام و ساناز وقتی که در جریان اتفاقات افتاده قرار میگیرن به شدت خوشحال میشن و اشک شوق میریزن و خانواده ساناز میگن که بالاخره اون توی قبر به آرامش میرسه، چرا که قاتلین اون به سزای عمل خودشون میرسن. باسپورس اما پرونده های مربوطه رو به همراه مدارک و شواهد یافت شده تکمیل میکنه و به دادگاه میفرسته تا قاضی در این خصوص رأی نهایی خودش رو صادر بکنه. روز دادگاه بالاخره از راه میرسه. خانواده کامران و سیروس به محض دیدن خانواده ساناز و آرام به پای اونها میافتن و درخواست رضایت از اونها رو داشتن، اما خانواده اون دخترها به هیچ وجه رضایت نمیدن و خواستار اجرای عدالت بودن. جلسه دادگاه آغاز میشه. قاضی پرونده، شواهد و مدارک موجود توی پرونده همچنین گزارش پزشکی قانونی رو به طور دقیق بررسی میکنه. کامران و سیروس به ترتیب در جایگاه حاضر میشن و اتفاقات افتاده رو بازگو میکنن و در پایان اظهار پشیمونی میکنن. خانواده دخترها اما خواستار اشد مجازات بودن. قاضی بعد از مطالعه پرونده رأی نهایی خودش رو اعلام میکنه. سیروس و کامران به دلیل ارتکاب عمل قتل عمد و همچنین تعرض به عنف به اعدام و قصاص محکوم میشن. عزیزای دلم، رسیدیم به انتهای پرونده. ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو سابسکرایب بکنید تا بقیه دوستانمون هم بتونن ویدیو رو ببینن و باعث آگاهی هرچه بیشتر هموطنانمون بشه. خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید. امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم. همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای باندیه که در تهران درگیر خرید و فروش مواد مخدر میشن و این وسط دو نفر به قتل میرسه رو تماشا بفرمایید.